دوری از مغالطات، خطاهای ذهنی که هم به صورت عمدی میتونه اتفاق بیفته هم به صورت غیر عمدی میتونه اتفاق بیفته. بله، فقط جا داره یه گریزی بزنیم به جلسه قبل. خاطرمون هست گفتیم صوفی، یعنی بریم تو دل فلسفه از منطق، گفتیم صوفیست ها کسانی بودند که در نهایت معروف شدن به مغالطه کاری، در نهایت معروف شدن به سفسطه‌گری. چرا؟ چون اونا کسایی بودن که از این خطاهای ذهنی استفاده می کردن برای اینکه منافع خودشون رو جلو ببرن. پس در واقع منطق ابزاریه که میخواد روبروی کیا بایسته؟ منطق ابزاریه که میخواد روبروی صوفیست ها بایسته. پس اگر اومد منطق و فلسفه رو ترکیب کرد و گفتش که آقا با کدوم ابزار میتونیم در مقابل صوفیست ها بایستیم، یک منطق دو فلسفه، میگید منطق. منطق اون ابزار است که فلاسفه ازش استفاده میکنن تا در مقابل صوفیست ها بایستن. یادتون باشه، چون صحبت از قواعد درست اندیشیدن میکنه. خب ما هی صحبت میکنیم از اندیشیدن. بیا این خط اول لطفا. آقا این اندیشیدنی که اینجا داره میگه اصلا یعنی چی؟ ما خود لغت اندیشیدن رو خب میدونیم یعنی چی. آقا اندیشیدن معنیش مشخصه دیگه، یعنی تفکر کردن. ولی در منطق فرق داره، یعنی فرق نداره ها، اصولی تر میخواد به قضیه نگاه کنه. اندیشیدن از دو قسمت تشکیل شده عزیزای دلم: یک، تعریف کردن، دو، استدلال کردن. این دوتا رو روی همدیگه بهش میگن تفکر یا اندیشه. پس دقت کنید، اندیشه یا تفکر یا نطق بر دو قسمه: یک، تعریف، دو، استدلال. اسم دیگه یه استدلال رو حواست باشه، میشه حجت. شما چه بگید استدلال و چه بگید حجت در واقع یه چیزه. پس خیلی حواسم باشه عزیز دلم. آقا ما تو منطق صحبت از اندیشه میکنیم. آره، اندیشه از چند قسمت تشکیل شده؟ دو قسمت، یکی تعریف و یکی استدلال. بله. خب یه لحظه بیاییم پایین. ما میگیم تفکر یا نطق اینجا ما میگیم تفکر یا نطق بر دو قسمه. آره، گفتیم یکی تعریفه و یکی استدلاله. آره، یکی تعریف بود و یکی هم استدلال بود. بله، تا اینجا اینو قبول دارم. خب حالا تعریف روی چی انجام میشه؟ استدلال روی چی انجام میشه؟ یعنی بیایم راجع به فرق این دوتا با همدیگه گپ بزنیم. برای اینکه بتونیم بگیم تعریف رو چی انجام میشه، استدلال رو چی انجام میشه، قبلش اول باید این تقسیم بندی رو با هم ببریم جلو. یعنی قبلش باید با همدیگه در ارتباط با این موضوع صحبت کنیم. آقا علم یا همون ادراک بر دو قسمه: یا تصور و یا تصدیق. حالا فرق تصور و تصدیق تو چیه؟ اگر ما بتونیم راجع به این دوتا با هم گپ بزنیم که فرق تصور و تصدیق رو شما متوجه بشید، اون وقت میتونیم راجع به تعریف و استدلال هم با هم دیگه صحبت کنیم. پس اولین موضوعی که من میخوام به شما، موضوع حرفه‌ای که میخوام به شما یاد بدم تو این قسمت، اینه که فرق بین تصور و تصدیق رو به شما یاد بدم. خب میرم روی چک نویسم. یه دونه فیری برای من میذاری عزیزم؟ آره، یه فیری برای من بساز برای چک نویسم. الان من میخوام فرق بین تصور و تصدیق رو به شما یاد بدم. اینو که به شما یاد بدم خیالم راحت بشه، بعد میتونم راجع به تعریف و استدلال باهاتون گپ بزنم. مرسی آقا جان، ممنونتونم. خیلی ممنونم ازت عزیزم، مرسی. خب بیاییم اینجا. پس اولین چیزی که میخوام تو چک نویسی یادتون بدم